بفرمایید از امریکا. من از امریکا خدمتتون زنگ میزنم. بله. همینطور که جناب دکتر شما خودتون ملاحظه فرمودین، قربانی شماره یک در داخل ایران خود مسلمان ها هستند. آفرین. 120,000 نفری که این رژیم تا حالا اعدام کرده، بالای 99% خود مسلمانان. آفرین. آفرین. و هدفی که جمهوری اسلامی این 120,000 نفر رو من دنبال مدرک میگردم. شما داری چیزی؟ بلا من میدونم که سازمان مجاهدین لیستی تا الان به اندازه 33,000 نفر رو انتشار داده. آها. اگه بر این عدد مصدری پیدا کردی لطفا به ایمیل من ایمیل بفرمایید. خیلی از تو متشکر میشم. حتما حتما. در ضمن خودتونم که میدونین که فقط در سال 1988 قتل عام 30,000 نفری کردن. مشهوره. که ولیعهد خود رژیم جمهوری اسلامی آقای منتظری این مسئله رو ابراز کرده بود و شکایت کرده بود که چرا دارن در ابعاد گسترده اینطوری اعدام میکنن. باز خدا خیرش. هدف از تلفن من و سوال من از خدمت شما به عنوان یک صاحب نظر اینه که امروز جمهوری اسلامی که میدونه در داخل ایران بیشتر از 95% مردم ایران که اکثرا هم مسلمان هستن بر ضدش هستن. بله. هدف مشخصی رو دنبال میکنه و اون هدف مشخص اینه که اون کسانی که سینه هاشون رو سپر کردن و در مقابل این رژیم وایستادن که از جمله اتفاقا مسلمان هم هستن. آفرین. اونها آفرین. رو در انظار بقیه مسلمان های دیگر بی اعتبار بکنه. آفرین. یعنی که اگر بگه که این دسته از مسلمان هایی که جلوی من وایستادن و شاهرگ من آخوند و نشونه گرفتن، آفرین. اگر من اینو در مقابل بقیه مسلمان های دیگه بی اعتبار بکنم، پس در نتیجه عمر خودم رو طولانی کردم. آفرین. آفرین. سوال من از خدمت شما اینه که شما فکر نمی کنین ما ایرانیان و ما مسلمانان حتی اگر اختلاف نظرم با دشمن شماره یک جمهوری اسلامی که مجاهدین خلق هستن داشته باشیم، بهتر نیست که وقتی که دول استعماری و امپریالیستی و استبدادی اسم این سازمان رو به خاطر عمر دادن به آخوندهای پلید در داخل ایران در لیست سازمان‌های تروریستی میذارن، من نوعی مسلمان زاده حتی اگر اختلاف نظرم با مجاهدین دارم، باید به دفاع بر درآوردن اسم مجاهدین از لیست تروریستی برخیزم که زمینه آزادی بیان اون چیزی که قرآن و مسلمانان در بدن مبارزشون همیشه ثابت کردن که یک مسلمان از آزادی بیان هیچ موقع نمی هراسه. اون آخوند پلید معاویه صفته که میترسه. اینا معاویه کجا؟ معاویه کجا؟ مسلمانان هست. پس بقیه مسلمانان باید به این مسئله قیام بکنن. و من بخواستم نظر شما رو بدونم دکتر که آیا این وظیفه شرعی ما مسلمانان هست که به پا خیزیم و در جلوی دول استبدادی وایسیم و بخواهیم ازشون که با آخوندها معامله نکنن، بهشون تکنولوژی اتمی ندن و اسم سازمان مجاهدین از لیست سازمان تروریستی در بیارن؟ خیلی متشکرم. من از تلفن میرم و پای تلویزیون گوش میکنم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. این مسئله سیاسیه. مسئله سیاسی رو سیاستمداران بهتر از بنده میدونند. بنده تخصصا در این امور نیست، ولی این که شما گفتی که آخوندهای معاویه صفت، این خودش از بقایای تفکر آخوندیست و معاویه با اینها که نکه قابل مقایسه نیست. من بارها عرض کردم حتی یزیدم قابل مقایسه نیست. کسانی که تاریخ رو میدونند که بنده چی میگم. و ولی خب تفکر متاسفانه یکی از مشکلات سازمان مجاهدین خلق در نظر اندیشه دینی اینه که در نهایت تفکرشون همه از همه آخونده میگیرن. میدونی مثلا شریعتی تا حدودی تونست مستقل بشه. مثلا عرض میکنم آیت الله برغی خیلی تونست مستقل بشه. آیت الله طالقانی، ببین آیت الله طالقانی اومد پیش برادرم، اینو خدمتتون عرض کنم و شما معلومه آدم روشنی هستید، پیش برادرم در مجلس خبرگان نشست زمین، خیلی آدم متواضعی بود، گفت که من یه سوالایی دارم راجع به حضرت عثمان. گفت اگه فقط برادرم خندید، گفت اگه فقط راجع به عثمان می بود، نه اول گفت راجع به معاویه، گفت که اگر راجع به معاویه می بود ما کوتاه می اومدیم ولی شما جلوتر می دید. گفت یه خورده راجع به عثمان. بعدم اینجور گفت، نگفتم میری جلو. توجه می فرمایید مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این اندیشه دینی رو البته من عضو شما رو میدونم 500 سال در این اندیشه بودی،
دقت بکنید، نمیتونید مستقل فکر کنید از این اندیشه ها. و ولی این سوال اصلی شما نیست، ولی من روش زیاد توقف نمی کنم. اما درباره روزخونی ها، درباره بقیه مطالب، متاسفانه مطالب خرافی سادون مجاهدین خلق و اینا مساوی هستند به نظر من. همون ولایت فقیه چیزو اینا دارن برای ولایت آقای رجوی چیز میکنن، اگرچه من رجوی رو از سنی مسلمان تر میدونم، دقت میکنین؟ ولی این کار سیاسیه، اینو با سیاست مداران جواب بدن.